سلامونه او وخت په خیر. د نن خبرونې ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. روسیا او یوکرین د غلو د صادراتو په اړه هوکړې ته سره نږدې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې د روسیه او یوکرین ترمنځ په ترکیه کې مذاکرات ګټور وو. د ده په خبره دواړه لوري که څه هم تر اوسه بشپړې هوکړې ته نه دي رسېدلي، خو د دې تمه شته چې ژر دواړه لوري نړۍ ته د خوراکي توکو د صادراتو پر سر هوکړې ته ورسیږي. ګوتریش وایي د دې جدي اړتیا ده چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت مخنیوی وشي او د روسیې او یوکراین ترمنځ په دې تړاو یو دایمي او بنسټیز توافق رامنځته شي. خو پوښتنه دا ده چې هوکړې دا نږدېوالی په کوم قیمت، آیا لویدیز به د دې اقدام په سر له روسیې تحریمونه کم کړي او که یوکراین به د جګړې په درولو کې له روسیې سره مذاکراتو کې پرمختګ وکړي؟ په نن خپرونه کې د همدې پوښتنې او نورو پوښتنو په محور د خپرونې له میلمنو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر صادق حمیدزوی او د اقتصادي چارو شنونکي عبدالبصیر رنجبر سره بحث لرو. درنو میلمنو خپرونې ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، بیاین له شما غوښ کنیم، توافق قرار است میان روسیه و یوکراین انجام شود که تانست هم صورت نگرفته. فکر میکنین اگر این توافق صورت نگیره، مسئله گرسنگی، بحران گرسنگی که بیشتر کشورهای افریقایی و همچنان کشورهای خلیج متاثر ساخته، غیر از این کشورها دیگه کدام کشورها را متاثر خواهد ساخت؟ با نام خدا شاینده و سلام احترام شما و مهمان حاضر در بحث و همه شنویدگان و بینندگان محترم هم. یکی از سوال های بسیار مطرح و قابل تشویش در دنیا فعلا مسئله کمبود مواد غذایی هست، در اون جمله مخصوصا غلجات، و یه علت های بسیار مختلف داره. قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع شود، قبل از حمله روسیه بر اوکراین، هم وضع تولیدات مواد غذایی مخصوصا غلجات خوب نبود. خود کرونا به چند سال اخیر وضع تولیدات نهایت خراب کرد. نه تنها خود تولید از این رسان مشکلات زیاد قرار داده بود، حمل و نقل از اینا را در جای به جای دیگر بردن هم با مشکلات جدی مواجه است. غیر از اون مشکلات بسیار بزرگ اقلیمی ارزی وجود دارد. تا در سال گذشته چین اخطار داد که گرمایی که در آمدن از خشکسالی که اونها را به کمبود بزرگ مواد غذایی تولیدات مواجه خواهد شد. در بسیاری کشورها گرما و خشکسالی که سابقه نداره به وجود آمد، مثلا در شاخ افریقا، در مسائل اریتره و سومالی و حبشه و اینا که هست 70 سال سابقه نداره و گرما و خشکسالی که در اونجا هست. هند بسیار به شدت گرما و کمبود بارندگی مواجه شد. در پالوی از این مسئله جنگی که در اوکراین شد، محدودیت هایی که در انتقال مواد غذایی به وجود آمد و تحریم هایی که از طرف غرب به روسیه وضع شد و جوابی که در مقابلش روسیه در نظر گرفت، تمام این کمبودی های مواد غذایی را تشدید کرد به شدت. حال تشویش بزرگ جهانی به میان آمده که گفته میشه که 450 میلیون نفر در دنیا با وسایل بزرگ کمبود غذایی مواجه شد. 250 میلیون قطعا به قحطی مواجه میشه. بخاطر از این باید اقدامات صورت بگیره و کشورهایی که در این دخیل هستن، مخصوصا با کشورهای بزرگی که اونا میتونن کمک بکنن، اقدامات لازم به عمل بیارن. یکی از اقدامات همین مسئله است که شما گفتیم، مذاکرات بین روسیه و اوکراین هست که باید اینا همون مشکلات ده که در نتیجه برخورد بین دو کشور به وجود آمده هم مشکلات از را بردار. اینا کشورهای عمده تولید کننده مواد غذایی دنیا مخصوصا غلجات هستن. به طورت مثال 28% گندم دنیا را همین دو کشور تولید میکنه، 20% روسیه تولید میکنه، 8% اوکراین تولید میکنه. 20% یعنی از 5% دنیا یک سیش روسیه تولید میکنه، 20% جمعن اینا 28%. از جو 29% دنیا
جو تولید میکنه. از جواری 15% تولیدات دنیا رو تولید میکنه. در پالون هستی از جمله مواد غذایی که روغن همون دانه افتاوپرست، تخم افتاوپرست است. 75% تولید جهانی شد این دو کشور. و یکی از کلانترین روغن مورد استفاده دنیا است. یعنی استفاده بسیار وسیع و فراخ دارد. یا فراخترین استفاده دارد. 75% دنیا رو تولید میکنه. مشکلاتی که در اینجا ایجاد شده قابل تشویش است. مثلا اوکراین امیان 25 میلیون تن گندم و جواری ذخیره داره. در گودامش رفتیده و داره از بین میره. و از بین رفتن اینا یک شکاف اقتصادی بزرگ در خود کشور اوکراین به بار میاره، در کنار از اینکه دنیا با کمبود غذا مواجه میشه، درست؟ بله، این بسیار یک ضربه کلان اقتصادی سر خود اوکراین هست. 25 میلیون تن گندم و چی که فاسد شده، این به اینا شما با قیمت جهانی ضرب کنید، اونا قدر میلیارد دلار اینا ضرر میکنند به این مورد. و در حالی که خودشان هم با کمبود مواجه هست. بسیار مسائل گپای دیگه هست. مسائل اوکراین گپای فرعیه که تشدید میکنه این کمبودی ها را، رفتن قیمت مواد غذایی را هم به میان آورد. مثلا نفت در دنیا قیمت شد در اثر همون تحریماتی که سر روسیه آمد. وقتی که نفت قیمت شد، مسائل ترانسپورت قیمت شد. ترانسپورت مواد غذایی را اکثر انتقال میده. اینا بسیاری کشورها مجبور شدن قیمت های بلند بپردازن و قیمت ها در تمام دنیا به برآمد مواد غذایی و گندم و جو و جواری و اینا بالا بشن. بعضی کشورها حتی ذخیره کردن و ترس از اینکه وضع دنیا خراب میشه صادرات خود پایین آوردن به خاطر تشویش های که زیر جنگ ایجاد شده. اگر نقطه بسیار بزرگ درک هست، مثلا تحریمات گاز به میان آمد، گاز روسیه صدورش به اروپا و کشورهای دیگه محدود شد بسیار زیاد و خود گاز یک ماده است که از او پاروی کیمیاوی همین مواد ادابه پاروی کیمیاوی چی میشه؟ پاروی کیمیاوی بله. بزرگترین پاروی کیمیاوی اروپا و دنیا از گاز که در روسیه تولید میشه جور میشد. وقتی که این صادرات از گاز ممنوع شد، تولید زود مواد کیمیاوی که برای تولید مواد غذایی کار میرفت از پاروی کیمیاوی هم کار میرفت. بله، بزرگترین صادر کننده پاروی کیمیاوی بود، او هم قطع شد. تمام اینا دست به دست هم این تشویش بزرگ ایجاد کرد و یک بحران بزرگ غذایی را به وجود آورد. اتفاقی بسیار بزرگ اینه که نه تنها دامن کشورهای عقب مانده رو میگیره، دامن خود کشورهای پیشرفته رو گرفته. مثلا آل هند صدور بسیار غلجات هم منع کرده از کشورش. باید مصارف داخلیش و مشکل مواجه نشد کمتر. 27 کشور دنیا سر صدور محصولات غذایی خود تهدیدات وضع کرد که از اندونزی و اینا گرفته تا کویت. اینا هم سه چیز که کمبودات داخلی بشان ایجاد نشه محدود ساختن صادرات مواد غذایی خود. من خودش بر عرضه جهانی بسیار تاثیر کلام کرد، قیمت ها رمیان بسیار زیاد بلند برده در دنیا. ممنون رحمی صاحب، به شما بر میگردیم. همیزوی صاحب کراس و دی مسئله تا دی سیاسی بود لحاظه و چیرو روسیه و یوکراین په ترکیه کې چې منځګړیتوب خپله د ترکیه حکومت کوي، د دې پر سر مذاکرات کوي، څنګه وکولی سي نړۍ ته خپلې غلې دانې صادر کړي؟ څه فکر کوئ د دې توافق تر شا که چیرې وسي کوم سیاسي تړونونه به ترسره سي د یوکراین او د روسیې ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درون میلمه ته او د کابل نیوز ټولو خوږو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا راځم بدبختانه دغه کوم اور چې بل کړی او ملل متحد بیا هم امریکا په خپل لاس کې نیولی و او ملل متحد دغه جرات نه کوي چې امریکې ته ګوته ونیسي او امریکا د دنیا ته وښیي چې دا د انسانیت قاتله ده، دا د بشر قاتله ده، دا د قانون قاتله ده، دا د ازادۍ قاتله ده.
خو بیا هم امریکا ځان نوم په دې باندې مطرح کړی ده چې زه لیبرالیزم ده او ډیموکراسي ده او حقوق بشر ده او دې شیانو ته پابند یم، او هغه خپل منافقتونه یعنی د امریکای منافقتونه ملل متحد نه ورته په ګوته کوي. په دې کې شک نشته، ډیره تفسیره درون میلمه پې وکړله، ډیر څه هغه څه ډیر اړخونه یې وڅېړله او ویې ویل که چیرې د دوی توافقات په ترکیه کې ترسره شي و د غلې په سر، خو زه چې زما څومره خپل زه تحلیل لرم، ترامپ پوتین ته د جینیس یعنی نابغه لقب ورکړی و چې ډیر نابغه، او په رښتیا کې هم ډیر داسې برخورد او داسې څه چې د کوم جنگ چې ده شروع کړلو دا اجباریتونه و، یعنی اوکراین زلینسکي دې حتی ورته رسولی و چې د حربوي تعارض نه بله هیڅ لاره نه وه ورته پرې خي، روس مجبور شو چې باید یعنې حربوي تعارض وکړي، او دا کړي چا و دا په امریکې دا ګوڅنډنه او یا د سنډول کې دا کول چا د امریکې د زلینسکي په توسط، خو هغه د اوکراین هم په خراب کړلو او اروپا هم دلته روس په هیڅ وجه باندې داسې اجازه چې هغه لکه اوس چې یورو په راټیټېدو ده خو روبل خپل اهمیت دومره د لاسه نه ده ورکړی. یعنی دا مدیریت ښیي د پوتین ښه مدیریت دا مدیریت ده، یعنی څنګه چې ته اوس یعنی ملل متحده ته ګورې یو بس دی امیزوی صاحب چې ممکن روسیا خپله یوازې شکل سره وکولی شي خپل مدیریت وکړي او خپل هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. دلته نړیوال نور هیوادونه د روسیه غلو دانو ته اړتیا لري، تیلو ته اړتیا لري، ګازو ته اړتیا لري. دغه مسله که نهاله پاتې کېږي نو ستونزه به څنګه څومره به دا کړکېچ او ناورین به پراخ شي؟ عرفان صاحب داسې ده، ما وویلې چې ستونزمن، خو بې له شکه چې ستونزمن ده، بې له شکه چې دا اندېښنې وړ ده. زه ما ګورم چې د اول کې ویلې چې دا د بشر او د انسان او د قوانینو قاتل امریکا چې دا خو دا هغې رامنځته کړه دا کشاله کنه، دا خو هغې راوسته کنه. ګورئ په اول کې هم ده چې کومه د میلیونونو ډالرو یا میلیاردونو ډالرو د اسلحه تمویل اعلان وکړو، ما په مغه ورځ وویلې چې د امریکا جنګ ودرول نه غواړي بلکې د جنګ دوام غواړي. کنی که چیرې د جنګ درول غوښتل نو جنګ به اسلحه نه ورکوله، بله لاره غوره کوله. د انسانانو په توسط چې په خوله کې نرمې ژبې هم لري یا ډوکې هم نشته پکې چې سیده یعنی یخوا دې خوا ته ویږي نه، دا قابل د دې ده چې یو چاته قناعت ورکړی شو. امیزوی صاحب امریکا ته هم ضرر رسوي له اقتصادي پلوه، ځکه امریکا د روسیې ګازو باندې متکي وه تر ډېره حده پورې، همداراز په کیمیاوي سرو کې ډېری واردات له روسیې څخه ول، ځکه روسیا په نړۍ کې د کیمیاوي سرو لوی تولیدونکی دی. نو که چیرې دغه جنګ دوام مومي او امریکا لاسوهنه پکې کوي، حتی د غلو په برخه کې امریکا متکي دی، ځکه ټوله نړۍ تقریبا د روسیې او یوکراین غلو دانو ته متکي دی. یوازې 50 هیوادونه که نوم سرشمیرنه وکړو، 50 هیوادونه له دې ترڅنګ نور هیوادونه متکي دي د یوکراین او د روسیې غلو دانو ته. نو ولې امریکا باید جګړې ته نور هم لمن وهي په داسې حال کې چې خپله هم په دې اور کې سوځي د اقتصادي پلوه؟ داسې ده ګوره عرفان صاحب، زه رضا د دې خبرې په ځواب کې به زه دغه یو شی ووایم. ترامپ کله کله به د ناټو سره چې کېناستو، خصوصا یا د اروپایي غړو سره به کېناستو، هغوی به برله د یو خبره کوله پخوانی ولسمشر ښیم، چې هغوی به دغه یو خبره کوله چې زه غواړم چې روس تضعیف کړم. اروپا ته به ویي چې ستاسو ما نه پروټیکشن غواړی، او هلته روس هم په خپله قوت کې کوی لکه مار ته شیدې راته ورکوی، او دلته زما نه پروټیکشن هم غواړی، یعنی ته ګاز هم ته اخلی، بل شی هم اخلی، خو هغې سره خدای اکملیږي، تمویلیږي، طاقت کې کېږي، په پښو ودرېږي، دا غم کوي او ما نه پروټیکشن هم غواړی. په دې باندې دوی ډېرې نندرې وي سره ډېر، یعنی کشمکش دغه کیسه ډېره پخوانه سره روانه وه. همدا اوس هم ګورې موږ بعضې حرکاتو ته یا بعضې د دوی برنامو ته موږ لږ نظر واچوو، اروپا او یعنی د اجباریت قدم اخلي، د خوښې نه، د امریکا اروپا په داسې یو ځای کې یعنی قرار ورکړی ده چې اوس د اجباریت قدم اخلي، یعنی هغه مزلنه پته لګیږي چې په نظر ده. دا په ټوله کې زه راغلم چې امریکې ته
دا سم ده، خو د امریکای اسلحه هم چلیږي، د امریکای یعنی اروپا زیات کوشش کوي چې د اوکراین سره تمویل کوي، یعنی هغه که هر لحاظ نه ده، او امریکا دومره توان نه ده پکې ځاني لکه څومره چې دته ګټه پکې روانه ده. هغه دا چې هغې خاطر دای ځان ته ستر رقیب او سیال او غټه اندېښنه چې دا هغه په د ټوله نړۍ کې د چین نم زیاته روس لري، یعنی په ټول اول کې غټ رقیب روس یادو، نو د روس ځپل، د روس ټکول، د روس هغه دا د دوی د لومړیتوبونو نه وو، او په دې باندې که لګښت او مصارفات دا چې د نورو ځایونو نه منطقه کې یعنی په نړۍ کې د امریکې رقم کړل، په دې ځای باندې شروع کړل، او دې سره سره هغه چې ته متقیبودن د دوی په غلجاتو د دوی په هغه باندې هغې لپاره امریکې مکمله برنامه‌ریزي ورته کړې ورته کړې ده. دا سمه ده چې دا بم چغه باسي فریاد به کوي چل مام داس شو هغهم داس شو دام داس شو، خو امدګي ورته لري. دا فقط د امریکای منافقتونه دي، او کچیرې یعنی دغه ملل متحد دغه د امریکای د دې شومو اهدافو لاسنیوی نوره ونه کی، لري نه ده چې نړۍ به ډېر د سترو سترو جنګونو ملل متحد کې چې امریکا ډېره ونډه لري له هر لحاظه، څنګه به وکولی شي ملل متحد پر امریکا باندې زیات فشار راوړي؟ دلته ګورې کله مالي پلاوه د امریکا ډېره برخه ملل متحد ملل متحد زه یو بخنه غواړم. ملل متحد د دوی همغه دفتر چې هغه ګوتري شو بل یو کس چې پکې ناست وي، هغه مې نه ما نړیوال مې وښودل چې نړیواله یعنی نړیواله اجماع یعنی نړیوال یعنی دغه سی فشار وارد نه کی، نړیوال رجیګ نسی ګورې سره کم، یعنی دا سم ده چې پغی باندې مستقیم فشار نشو راوړلی، خو دا فشار راوړای شم چې اوس ترکیه کې ناسته ده، د یوکرین او د روسیا ناسته ده، په یعنی د نړیوال یعنی نور هغه که څه هم سیدی که نور مملک دي، دا باید مداخله وکړي، یعنی تر ډیره حده کوشش وکړي چې توافق ته سره ورسیږي، تر څو پورې چې هغه بشري ناورینونه د هغې تر یو حده یعنی مخه نیول شوي وي. د دې سره سره یعنی نړیوال د روس او د یوکرین د دې معزولې د دې کې بېطرفانه یعنی د دې لپاره باید یعنی ورمخکې شي. دا خو ضرور نه ده چې د ملل متحد چوکۍ نه باید ورته معرفي شي، که نه دا خو هر څوک یعنی مسؤلیت، زه هم د حسن نیت یو مسؤلیت که غواړم چې ادای کړم، زه فکر نه کوم چې څوک پابندي راباندې کوي، یو چا نه غوښتنه هم کوم، یعنی یو د قناعت خبره هم ورته کوم. دا غږ مې په د نړیوالو باندې ده چې د دوی سترګې او دوه غوږونه دغه د حکمرانان ځان بولي، په هغوی باندې ټولو باندې غږ ده چې اوس دو خپله یعنی روان یو هغه په شاخ باندې چې ناسو خپل د لاندې ځان چې هغه شاخ وو نو مجبور چې دا معلومه ده چې غورځي کوبه. رنجبر صاحب اگر بیایم بپرسم مفاد تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به کی میرسه، در حالی که میبینیم در جهان مواد خوراکی همه روزه با گونی بی‌پیشینی قیمتش بلند میره، مواد نفتی همچنان، و کود کیمیاوی که بیشتر کشورهای اروپایی و حتی امریکا را بگویم به نحوه، چون حتی از تعذیرات که بالای روسیه وضع کرده بود کود کیمیاوی را از تعذیرات بیرون کرد. حالا مفاد این تحریم ها به کیها بیشتر رسیده، به روسیه یا به اروپا و امریکا؟ قسم که دو فرمودن رسول الله گفتن در اینجا مفاد رو حتی با مردم دولت امریکا سعی داره حریفای خود کسایی که میتونه در آینده به ابرقدرت تبدیل شود و هژمونی جهانی را با امریکا تقسیم بکنن اونا را از پای بده. امریکا میخواه انحصار قدرت جهانی را که داره به صورت یک کشور یک قطبیه که همه دنیا را کنترل میکنه یعنی فرمان روایی خود حفظ بکنه. حالا میبینه قدرت های دیگه به سرعت بالا میان و امریکا را عقب میذارند در حمل اقتصاد. چین بسیار به زودی قدرت اول اقتصادی دنیا میشه. روسیه از نگاه تجهیزات نظامی اینا خود بسیار قوی شده، تجهیزات داره که امریکا ممکن تا بسیار سال دیگه به دست آورده نده. سلاح‌های مخفی داره که بارها گفته که معادل از این دنیا وجود نداره و ممکن تا 10-20 سال دیگه نتاره به وجود بیاره. این کشورهایی که حریف میشن، هند بسیار با سرعت پیش میره، بسیار زود هند قدرت سوم اقتصادی دنیا خواهد شد و بعد از اینکه چین اول شد و هند دومی دنیا خواهد شد. سه کشور آسیایی تقریبا که روسیه هم نیمه آسیایی هست، اینا
حریفای بزرگ امریکا هستن، جهان چند قطبی خواستن و در اون وقت است که خود اتحادیه اروپا هم به یک قطب وجود خواهد کرد و زیر تاثیر امریکا خواهد برام. کل تلاشش برای از این هست که روسیه را از پای بندازه و بعد از او به حساب چین برسه. تمام تحریمات بر این از این بود. اینا قسمی که دوست ما در صحبت خود گفتن به خاطر اوکراین در اونجا سلاح را آورده میکنن که از اونا دفاع. اینا میخواین که اوکراینیا جنگ نیابتی به نفع امریکا را بر علیه روسا پیش ببرن. قسمی که روسا همیشه میگن امریکا میخواید تا آخرین فرد اوکراینی علیه ما بجنگه. یعنی اوکراینیا را دو جبه کشتن داده، کشور اوکراین خراب شده، محصولاتی از او از من میره، مواد غذایی از او پوسیده میشه، گندیده میشه. بس امریکا به نحوه از اصطلاح بریتانیایی که تفرقه بینداز و حکومت کن پیش میره، درست؟ بلکل، با اروپا بسیار زرن. اینال ما هم در لندن زندگی میکنون در اینجا هست، قیمت ها در هر هفته به صورت بسیار قبل ملاحظه بالا رفتم. در اینجا یک انفلاسیون قوی آمده. مردم بسیار در شکایت کلان هست. مواد غذایی کلش بالا رفته، قیمتش بالا رفته. بعضی چیزا حتی دو چند شد. یک انفلاسیون غیر قابل کنترل آمده. و اینا همه نتیجه سیاست امریکا است که قربانیش اروپا هم میده. اروپا به ایست متحدین امریکا در ناتو یا در دیگر بخش ها از سیاست های از او پشتیبانی میکنه و این تحریمات علیه روسیه وضع کرده. روسیه مجبور است علیه از اینا تحریمات وضع کنه. روسیه در اینجا زلن کلان نکرده. قسمی که ما احسایش همی بدم روبل روسی هیچ وقت به این قوت نبوده کاله. در 55 سال گذشته خود من میخواستم مسئله را بپرسم، چون در حالت که روسیه در حال تحریم است، چطور میشه که یک دلار امریکایی در روسیه با یعنی بیشتر از 60 روبل مبادله نشه؟ یعنی این به نحو قوت خود روسیه است و این تاثیرات اصلا بالای روسیه تاثیر بیشتر نداشته، درست؟ تاثیر حتی مخالف داشت. شما تا گفتم آله چی یک روبل در حدود 53 دلار، ببخشید یک دلار در حدود 53. از سال 15 سال گذشته من باید ندارم که این قیمت بوده باشه. یورو در 55 تبادله شد. ممنون برسایی، به شما بر میگردیم چون وقت برنامه کم است و نتیجه گیری میکنیم. امیزوی صاحب کراس و دیتا پتوله که چیری دو توافقات ونسی و دی روسیه و دی اوکراین غلجات نلی تا بازارون ترانسی، نو نړۍ به کومې خوا ته لاړ شي د لوږې له لحاظه؟ ځکه هلته افریقایي هیوادونو کې وینو چې د دې تر څنګ چې اقلیمي بدلونونه راغلي دي، بارونونه نه دي سوي او هلته فصلونه نشته او خلک ورځ تر بلې د فقر له لاسه ډېر شدید لوږې سره مخامخ دي. همدارنګه په منځني ختیځ هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې کراسو اول مثال افغانستان ورکو چې دلته هم خلک له فقر سره مخامخ دي، که چیرې دا توافق ونسي او دې سره موافقه ونه کړي چې باید د یوکراین او د روسیې غلۍ نړۍ ته انتقال نه شي، څه به پېښ شي؟ عرفان صاحب، په دې کې خو شک نشته چې ستر د بشري ناورین به رامنځته شي، په دې کې شک نشته. خو ما مخکې ګورئ په خپلو خبرو کې یو تذکر ورکړو، هغه دا چې روس یعنې لکه څنګه چې د خپل روبل هغه کومه ویلیو چې همداسې برقراره ساتلې ده، هغه د دوی ښه مدیریت وجه ده او د دوی هغه څه یعنې ډومیسټیک پروډکشن چې ده، یعنې لکه د نوره د نړیوالو ضروریات دي او د دوی تولیدات دي او د دوی یعنې هغوی اکمالات، هغه څه وو چې دا روبل یم ساتلی پر ځای باندې او ډیر مجبورم نه ده راغلو دلته، چې دې کې به شک نشته چې ستر بشري ناورین به رامنځته شي. خو مونږ که د روس هغه ته ګورو، زه وایم چې دا غلجات چې بندېږي، روس په دې کې حتما هغه څه یعنې داسې څه لارې لټوي چې هغه کې یعنې تر ډېره حده د ده په نفع تمام شي. هغه که په دې کې سهم اخیستل وي، یا هغه کې که بعضې تحریمونه معاف کول وي، یا هغه کې که داسې څه هغه وي، نو دا غوښتنه حتما روس
کوي یعنی ځکه چې د ترکیه څوک د ترکیه د ناتو یو متحد یو د ناتو یو غړی هواد ده او زه چې څومره ان څومره یعنی هغه کوم زه فکر کوم چې ان ډایرکټ شاید خپل اروپا ترکیه دیتا اچولې وی یا ودار کړی وی یا د دې ځای لپاره یعنی د پردې تر شورت ویل شوی وی چې دغه څه غته یعنی چې اوس ډیر ضرورت ده نو دې نکات نه روس هم خپل فائدہ به واخلي ولې چې د روس مشري مدیریت تر اوسه پورې ډیر داسې غره وند نو زه یو چې یادولو دا یو شی ډیر لنډ وایم زه بعضی خبرې کوم چې د افغانان دی هغه یعنی د افغان په نوم ملته یعنی بعضی خریداري او دا شاین کوي خو بل چاته دی په واسه خپل افغانانو ته راوړي په غو هیوادونو کې دوی وسم یعنی لګیا دی بل طرف ته وړي زه لعنت وایم د دوی په وجدان باندې د دوی په داغه باندې دی په واسه چې دوی وس یعنی څه حد یکل لګرحت ویم افغانستان ته راوړي بل چیرې وړي نو زه اسلامي امارات نم غوښتنه کوم چې دوی دی یعنی د وس مونږ ته کوونه شو دا چې وضعیت د فایټر سی ګورنبر صاحب ته به هم ورکو رنجبر صاحب اگر این غلدانه هایت روسیه و اوکراین به بازار جهانی عرضه نشوه این بحران کمبود غذا در جهان به کجا خواهد کشید؟ کوتا اگر جوابتین چون وقت برنامه کم است. این فقط باید فاجعه های انسانی و داریمه همیان قیمت ها بسیار فرق کرده بسیار بالا رفته به طورت مثال برکنم بگویم پیش از این حمله بر اوکراین تاریخ 23 فوریه قیمت اوسط جهانی برای گندم 287 دلار اوسط جهان اوتا باز جهان بلند از باز جهان 287 دلار ولی آلمان دیدم احسایه را در 22 جون امسال گندم درجه دوی ارجنتین با 480 دلار معامله شد گندم زمستانی سخت قرمز امریکایی که بلش میکن با 442 دلار معامله شده ممنون. شما میبینید 70-80% بالا رفته و این در کمبود است پایان شده از قیمت ها مطرف مخصوصا کشورهای روبن کشور کشورهای عقبانه کشورهای فقیر هستن قربانی از چی خواهد شدن باید امریکا در سیاست خود تجدید کنه باید محدودیت ها رفع شود باید تمام محدودیت ها از اوکراین و از روسیه و از کل کشورها برداشته شود و دولت های بزرگ در این سهم مسئولیت های خود باید ادا بکنند در این صورت فاجعه جهانی می جلوگیری بسیار کار مشکل خواهد شد عبدالبصیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صادق حمیزوی ډیره مننه چې خبرونه کوم را سره ګډون وکړه ممنون تان رنجبر صاحب ډیرو درنو لیدونکو د نن بحث هم دلته پای ته رسیږي تر بیا هم په لویو بخون کې خدای سپارم.